دوستان دیشب یادتون، حالا دوستانی که سر کلاس بودن برای بحث عیار، ببینید کمامون تارگت اولش رو زد وقتی که از کانال خارج شد. کمون تارگتش رو زد، مثلا خب میتونی شما بیاید وقتی که تارگت اول زده شد بیاید به این اندازه. عذرخواهی میکنم، بیاید اینجا الان تارگت کمویتون رو قرار بدیم، حالا با حفظ سود و مابقی موارد. بازار رو هم که حالا دیشب راجبه شاخص صحبت کردیم، گفتیم شاخص میتونه جاهای خوبی باشه، حالا با توجه به رشد قیمت و دیدید که حالا شاخص هم امروز با توجه به پیشبینی که دیروز داشتیم میخورد که مثبت باشه. و نکته خیلی که من باید دقت بکنم اینه که حالا بریم توی یه نمادی، حالا 60 من تو زدم، مثلا 60. اینجا اولین کاری که ما میخواییم بکنیم بحث اینه که من چجوری تارگت به دست بیارم، من چجوری بیام و تارگت به دست بیارم، چجوری من تارگت به دست میارم. اولین کار اینه که ما میایم چی میکنیم توی قسمت ایندیکیتور یا اندیکاتور وارد میکنیم، میایم توی قسمت تنظیمات، فقط تن کانسن و کی جونسنمون رو روشن میکنیم، فقط تن کانسن و کی جونسن برای ما اینجا روشن هستن. توی اینجور مواقع زمانی که تن کانسن و کی جونسن همدیگر رو کراس یا قطع کردن، زمانی که تن کانسن و کی جونسن همدیگر رو قطع کردن، این خیلی نکته حائز اهمیتیه، زمانی که این دو یکدیگر رو قطع کردن، من میام یک مستطیل ترسیم میکنم. حالا سایزش رو از کجا به دست میارم؟ اینجا میام توی این قسمت بازه زمانی، از محل کراس 25 کندل میام عقب، یعنی طول مستطیل من 25 که چون خودشم حساب میکنه میشه 26 کندل، ولی برای اندازه گیری این من 25 کندل میام ترسیم میکنم. و حالا میام اینجا یه مستطیل میکشم، عرضم که الان بسخواهی میکنم طولم که مشخصه، حالا عرض عرضمون میشه بالاترین قیمت. اینو خوب دقت باید داشته باشیم دوستان، چون میخوام بحث مولتی تایم فریم توی ایچی مکملات یه هفته آتی خدمتون بگم، از این باکس خیلی استفاده میکنیم، همینجا کامل یاد بگیریم که دیگه اونجا خیالمون راحت باشه. و حالا طولمم و اسخای میکنم عرضمم باید کمترین قیمت و بیشترین قیمت باشه، یعنی میام اشدو میگیرم و میام کمترین قیمت و بیشترین قیمت. ببینید دقیقا اینجا هایست های من یا بلندترین نقطه من توی این 26 دوره این کندله، کوچکترینش هم این کندله. و روی اینم باید یه ذره وسواس به خرج بدیم، میخوایم وقتی که حالا اون مستطیلش رو ترسیم بکنیم دقیقا الان دقیق شد، فقط این یه ذره بیاد بالا به همین صورت. الان حالا برای اینکه من نشون بدم این چقدر میتونه تارگت های دقیقی به هم بده، میام چیکار میکنم؟ میام هم ایشی ماکو رو هم کندل ها رو حذف میکنم. ببینید بعدش میام توی این قسمت خط افقی، یه خط اینجا میکشم یه خط اینجا. حالا مستطیلم رو من به بالا، اگه مثلا پوزیشن بای گرفتم به بالا میبرم، پوزیشن سل گرفتم به سمت پایین میبرم. این رو میام حالا انتقال میدم بالا، با موس میام روش، این رو به سمت بالا انتقال میدم، یه خط میکشم مجدد و
ببینید دوستان، اگه شما مثلا میخواید تارگت هاتون کوچیک باشه، این خط وسط میدلاینش هم خیلی خط جذابیه. میام خط ها همینطوری مشخص میکنم. حالا این خط هایی که میگم در اصل محدوده هستش و محدوده قیمتی منه دیگه. این رو حالا من مشخص کردم، ببینید تا اینجا حالا اومدم بالا. حالا برای پایین اومدنش هم که ببینیم به نواحی دیگه واکنش نشون میده یا نه، یا مثلا اگه پوزیشنم سل بود یا اینکه اصلا این مواردی که من کشیدم تو گذشته هم جواب میداد، یا مثلا تو آینده اگه مثلا این سهام بخواد بیاد به سمت پایین. ببینید اینجا بود دیگه 1077 هایست های و لوست لو هم بودش. این رو میام پایین، مستطیلم رو حالا چون من دارم میخوام آموزش بدم خدمتون، اینو دارم این همه به بالا پایین انتقال میدم. حالا الان من بیام 60 رو بکشم، ببینید چه محدوده هایی به من داد، که اگه من میخواستم خودم با چشم این محدوده ها رو بکشم انقدر دقیق نمیشد. محدوده هایی که اومده قیمت بهش واکنش نشون داده، واکنش های خیلی خوبی هم نشون داده. مثلا اینطور نبوده که من بیام همینطوری فقط خط ترسیم بکنم بگم خب این خط ها رو من ترسیم کردم، حالا به صورت رندوم این اومده واکنش نشون داده. ببینید اینجا من دارم مستطیل رو میارم پایین، ببینید اومده شادو زده و برگشته. محدوده های بسیار بسیار جذابی بودن. الان هم مشاهده بکنید من همینطوری میارم پایین، اون موقع به سمت پایین من فقط کندل ها رو برداشتم که شما قدرتش رو ببینید که چقدر جذاب میتونه باشه. اسخایی میکنم و الان اینجا به صورت کامل دیگه تارگت ها رو دیدید، هم توی گذشته یعنی محدوده های جذاب به من نشون داد و هم توی آینده به من همچین محدوده هایی رو نمایش داد. باز هم میریم مثال میزنیم. نکته ای که این بحث داره دوستان، یعنی ببینید من چقدر راحت بدون اینکه حتی کندل ها رو ببینم اومدم تارگت مشخص کردم. نکته ای که خیلی حائز اهمیته و ما باید روش دقت نظر داشته باشیم اینه که اصلا فرقی نمیکنه که کجای چارت باشم، این قدرت ایشیموکوه به نظر من، کجای چارت هستم. الان من اومدم اینجا از کراس اخیرم، یعنی نزدیکترین کراسم گرفتم، اینجا میام یا اصلا روی نماد دیگه میریم. نماد سارمو که گفته بودم حواسمون باشه دوستان، ببینید محدوده مهمی هستش، باید خیلی حواسمون باشه، نزدیک سقفه. حالا الگوی مثلث هم هست، حالا با اینش کاری نداریم، اینو حذف میکنیم میایم اینجا. فرقی نمیکنه، نکته مهم فرقی نمیکنه کراس من کراس سعودی باشه یا کراس نزولی. یه نکته دیگه، به این ناحیه‌ای که یعنی میتونیم بگیم به فضایی که بین تنکانسن و کیجونسن هست ما میگیم کوموسن. حالا این رو من یه لحظه رنگش رو تغییر بدم چون برای تنظیمات خودم تنکانسنم برعکسه، کیجونسنم آبیه، تنکانسنم قرمزه. الان درست شد دیگه. ببینید این ناحیه رو حالا من میام اینجا به دقیقه کندلا رو حذف کنم، ناحیه خیلی جذابیه، یه فضایی مثل فضای ابر کومو تشکیل میده که حالا یه داستان خیلی جذابی هم داره، بحث همشکلیه که این رو یه جلسه جدا نیاز هستش که بیاییم راجع به همشکلی کوموسن و ابر کومو با هم صحبت داشته باشیم. اینجا چه یعنی چه موردی به وجود میاد؟ این فضایی که بین این دوتا هست بهش میگن کوموسن، یا حالا یه ادبیات واحدی با هم داشته باشیم بهش میگن کوموسن.
اون ابر کومو، این کوموسن. نکته مهم، فرقی نمیکنه من بیام از اینجای کوموسن، از اینجای کوموسن، از اینجای کوموسن بگیرم. اون بحث تارگت ها رو ببینید، من از اینجا میتونم بگیرم، از اینجا میتونم بگیرم، از اینجا میتونم بگیرم، فرق نمیکنه. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، زمانی که تن کانسن یا اون میانگین نه دوره من بالای کوموسن من صعودیه، زمانی که پایین کوموسن من نزولی، یا برعکس زمانی که کیجونسن من پایین کوموسن من نزولی و زمانی که بالاست کوموسن من، زمانی که پایین صعودی و زمانی که بالا هست، یعنی اون ناحیه بالا هست صعودی هست، نزولی هستش، عذرخواهی میکنم. و فرقی نمیکنه کوموسن من صعودی باشه، نزولی باشه، قبلی مثلا صعودی بود یا نزولی بود، مثلا این دفعه من میام از اینجا میگیرم، میام یک مستطیل ترسیم میکنم که عرض کردم عرضش باید 25 کندل باشه که با اتصال خودش میشه 26 کندل. میام ببینیم 25 تا هست، الان من اینجا طولم رو، یا همون فرق نمیکنه الان طول و عرض زیاد درگیرش نشیم، طول مستطیلم 25 تاست. حالا بعد هایست های و لوست لو رو پیدا بکنم. اینجا هایست های من اینجاست، لوست لو من هم اینجاست. حالا میام چی کار میکنم؟ همه رو حذف میکنم، میگم برای که قدرت نمایی بکنیم. میام محدوده هام رو، خط افقیش رو ترسیم میکنم. هم بالا انتقال میدم هم پایین انتقال میدم دیگه، فرقی هم نمیکنه. اگه بخوام بای بگیرم بالا، الان من هر دو طرف رو کشیدم که فقط بیان مشاهده بکنیم و ببینیم چه واکنش هایی نشون بده. کندل ها رو میزنم، ببین الان من اینو بیارم پایین، گفتم یه جایی میتونم میدلاین هم بکشم، یعنی میدلاین هم خیلی میتونه پاسخده باشه، ولی برای اینکه شلوغ نشه من اینجا میدلاین رو نکشیدم. ببینید ما اینجای چارت بودیم، سال 99 بودیم، و حالا شما تارگت ها رو توی سال 1401 میبینید که چه محدوده هایی رو نشون داده. حتی نظرم این هستش که این رو به بالا هم انتقال بدیم، چون قیمت بالاتر رفته، ببینیم آیا برای ما تارگت مشخص کرده بود از اون موقع تا 401 یا خیر. میام اینجا دوباره مستطیلم رو ترسیم میکنم، میبرم به سمت بالا. حالا الان دیگه ببینید دوستان، سقف تاریخی رو اینجا برای من تشخیص داد، الان اومده توی محدوده سقف تاریخی. تارگت های بعدیش ببینید، الان برای این نماد شما از 99 تارگت های بعدیش رو هم تونستید مشخص بکنید. نمیگم حالا صرفا بیایید مثلا 3-4 سال قبل نماد رو بررسی بکنید و از اونجا تارگت مشخص بکنید، ولی این مورد رو حتما مد نظر قرار بدید. خیلی بحث جذابی هستش و ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم. بنده چت رو باز میکنم، در این خصوص سوالی داریم باز هم مثال میزنیم. آقای سهیل فرمودید روی صندوق ها عمل میکنه. آره ببینید، کلا چارت نمودار قیمت زبان داشته باشیم این میاد عمل میکنه. اگه میخواد روی صندوق هم امتحان کنیم، صندوق ETF، حالا پالایش اهرم توان عیار کهربا، هر صندوقی، به شهاب میشه بگید همین الان قطع کرده، یعنی کراس زده، طولش چه کمکی میکنه؟ آقای پارسا طولش چه کمکی میکنه؟ باید
اون باکسی که من میکشم حتما 26 تا کندل باشه، مثل خود کیجونسن که 26 هست، این باید 26 تا کندل باشه. روی طلا فارکس هم کار میکنه، قطعا روی طلا فارکس هم کار میکنه. عرض کردم روی هر نموداری که قیمت و زمان من داشته باشم، کندل استیک داشته باشم، میتونم ازش استفاده بکنم. مصخایی میکنه آقای دیباجی بهترین گزینه برای تقاطع و برای بلند کردن آخرین هست یا تفاوتی نداره؟ تفاوتی نداره، ولی برای خیال راحتی خودتون میتونید آخر یارم قرار بدید، فرق نمیکنه. الان دیدید که من اومدم شو سال 99 این رو انجام دادم. اون دو تا خط رو با چه تنظیماتی رسم میکنیم؟ همون تنظیماتی که خودش از خانم ما، یعنی تن کانسن و کیجونسن. تن کانسن که هایس های و لو اسلو، میانگین هایس های و لو اسلو توی 9 دوره اخیر، و کیجونسن هم توی 26 دوره اخیر. دستی ما به تنظیماتمون نمیزنیم. نمودار باید بر حسب لوگاریتم باشه. بله، بر حسب لوگاریتم هستش. برای تحلیل در کنار ایچ موقع کدوم ابزار دیگر رو توصیه میکنید؟ توی سقف و کف ها، توی حمایت و مقاومت میتونیم. خود ایچ موقع واقعا کامله، یعنی مثلا میخوام بگم واگرایی شما از RSI بخوای استفاده بکنید، خودش هم واگرایی میده. که حالا واگرایی شما میام توی یک کلاس میگم، حالا نمیدونم توی کلاس امروزمون بحث واگراییش هست یا توی تایتلامون یا نه. نه، حد ضرر با سویچ ابر استفاده. خیلی میام اون رو هم بحث واگرایی توی چی میکنم، یه جلسه اصلا جدا میذاریم که بینید شما رو بی نیاز میکنه از مواقعی کندل ها. اگه 52 کندله باشه بهتر نیست. آی مفاخری، حالا یه زمانی بود من رو 78 کندل هم ترسیم میکردم باکسم رو. اون بستگی به خودتون داره. حالا شما این رو فرمودین، پیشنهاد میکنم حتما 52 کندلش هم بکشید. میگم من یه زمانی خودم فقط از 78ش استفاده میکردم، ولی 26 به خاطر اینکه تارگت ها رو کوچیک‌تر میکنه جذاب‌تر میشه. ولی اگه مثلا شما بیای 52 هم بکشی، فعل اشتباهی انجام ندادین. مستطیل رو چجوری جابجا میکنیم؟ با موس میریم روی مستطیل کلیک میکنیم و حالا بالا پایین کنیم. این آقای احمد خودتون توی مثلا ایزی چارت یا حالا هر پلتفرمی که دارید میتونید راحت امتحان بکنید. کوموسن بالا باشه یا پایین باشه متوجه نشدم، فرقی نمیکنه کوموسن بالا باشه یا پایین. من گفتم کوموسن هم، یعنی اگه چه نزولی باشه چه صعودی، خانم صدیقی فرقی نمیکنه. شما میتونی چه کموسن نزولی باشه چه کموسن صعودی باشه میتونید تارگت رو مشخص بفرمایید. سلام، ممنون میشم یه بار دیگه بگید مستطیل چطور کشیم؟ حتما امتحان، یعنی حتما اینو امتحان میکنی دیگه. با این وجود میشه از اندیکاتور دیگه استفاده کرد وارد معامله شد؟ این بستگی به خودتون داره آقای سعید که چه تاییدیه ای میخواید. مثلا اینجا ایچیموکو داره بهتون تایید میده، ولی شما میگید نه، من اینجا فقط این تاییدیه رو نمیخوام، مثلا باید اندیکاتور ایکس هم بهم تاییدیه بده. این کاملا بحث شخصی هستش. زمان رسیدن به یک کف یا سقف رو میشه مشخص کرد؟ بله. الان آقای ابو هستیم، این رو ما اومدیم سقف و کف رو ببینید، خودمون اومدیم مشخص کردیم، هم کف مشخص شده هم سقف مشخص شده. میتونید این رو به خصوص مثلا برای زمانی که سقف تاریخی میشکنه، مثلا مثل الان، حالا ساروم نمیگیم الان شیکونده ها، ولی شما میای جلو جلو تارگت هات رو مشخص میکنید. توی تایم فریم های پایین هم کار میکنه. بله، اگه خط رو به پایین شکست یعنی حد ضرر، سوال خیلی خوبی پرسیدین. این رو یه رو بدی یه 20 دقیقه دیگه بهتون توضیح میدم که حد ضررش رو کجا قرار بدیم. البته این رو هم بگم، حد ضرر یه مورد کاملا شخصی، یعنی مثلا یکی ممکنه بیاد 10% حد ضرر قرار بده، یکی بیاد 15%، یکی 20%. ولی این رو کامل حد ضرر رو برای با استفاده از این مورد میام خدمتتون توضیح میدم. خانم رونیا، من از همون موقع دارم از روش استفاده میکنم، یه نکته هم هست، اونم بعضی وقتا دقیقاً روی کراس نمیشه مکان نما رو نگه داشت، یعنی یکم این برون بر میشه. منم اینا طرق کلاسیه که دقیقاً چقدر کار خوبی انجام میدید. این یه باگ حالا توی پلتفرما هستش که اینکه کراس مثلا میاد دقیق روش قرار نمیده. حالا انقدر وسواس هم مثلا به خرج دارید میدید خیلی خوبه ها، ولی مثلا یه بار، نه اینکه صرفا وارد معامله بشین، بیاید این باکسی که حالا ترسیم میکنید و یه کراس
دقیق مثلا برای اینکه یعنی واسه خودتون کاملا مشخص بشه که آیا کندل روی کراس هست، یه عقب و جلو انجام بدی، تارگت ها رو مشخص کنی ببینی چه تفاوتی میکنه و حتما نتیجهش رو میگی. چه نرم افزاری؟ نرم افزار بورس ویو هستش. خانم صدر الان روی همین نماد موقعیت ورود هست؟ با توجه به اینکه روی صفحات ویو ثبت کردن رو توصیه میفرمایید، سوالتون سوالی هستش که میتونه سیگنال باشه یا نباشه. ببینید اینجا نگاه کنید خانم صد، الان توی این قسمت اینجا اومده صف رو مشخص کرده، ولی مثلا توی اون الگوی مثلثی که قبلش کشیده بودیم، من اومدم خودم با یه ذره فاصله اومدم اینجا مشخص کردم، و آیا به نظر خودتون الان صف شکسته شده؟ ببینید مثلا الان من به شما میگم، میگم خانم صد یا مثلا آقای جهانگیری یا همه دوستان که حالا با هم کلاس داریم، الان من بهتون میگم این صف شکسته شده، شما دو تا فعل میتونید انجام بدید، یا اینکه همتون قبول کنید که این کار اشتباهی هستش، یا اینکه من الان میگم این سقف شکسته شده، حواستون باشه دوستان، ولی بیایید سوال بپرسیم از خودتون، آیا این سقف شکسته شده؟ آیا معیارهای سکندلی که مثلا من دارم، آیا همراهی تن کنسن یا هر کدومتون، هر مبنایی که برای شکست مقاومت یا سقف دارید ببینید اونها هست یا نیست؟ این رو باید حتما مد نظر قرار بدین، نکته خیلی مهمی هستش. عدد فیبوناچی میشه با فیبوناچی همین خطها رو رسم کنید؟ بله میتونید خودتون ترسیم بکنید، بستگی به خودتون داره، ولی با این موردی که خدمتون عرض کردم شما رو از فیبو بی‌نیاز کنه، ولی فیبو هم ابزار خیلی مناسبی هست. آقای علی این کاملا شخصیه که شما بیاید فیبر استفاده بکنید یا نکنید. اگه نقطه کراس بین دو کندل باشه نقطه شروع کجا میشه؟ برای حالا سوالتون هم شبیه سوال یکی از دوستان بود، به طور مثال ببینید چون بعضا خیلی اتفاق میفته توی پلتفرم های مختلف، یه ذره این کراسه روی کندل دقیقا برای شما نمیفته، بیاید از یک کراس دیگه استفاده بکنید و خیلی جذاب میشه. استاد فیبوناچی هم همینا رو تایید میکنه. اینو مثلا بیاید الان من ترسیم کردم، خب این رو مد نظر قرار بدید. مثلا الان اینجا بیاید پی آر زدش رو خودتون به دست بیارید، ببینید مثلا توی این حرکت جنبشی با این همپوشانی داره، اگه دیدید همپوشانی داره میاد تاییدیه دوچندانی بهتون میده، ببخشید بابت گرفتگی صدا، میاد تاییدیه دوچندانی بهتون میده. مثلا من الان یه ناحیه پیدا کردم، مثلا هم الیوز داره بهم میگه این ناحیه خوبیه، هم الان فیبا داره میگه، هم داره ایچی بهم میگه. این میتونه خیلی جذاب باشه. عرض مستطیل از سایه بدن اصلی میکشیم، از سایه میکشیم. اندیکاتوری هست که به تنه تحلیل تکنیکال کفایت کنه؟ نه، اگه همه رو کنار هم قرار بدین جذاب تره. بله میدلاین باکس هم جواب میده، قطعا جواب میده. ترکیب این استراتژی با فیبوناچی قوقا میکنه، موافقم. میگم الان خودتون اگه مثلا چارتتون باز هست بیاید یه دقیقه فیبو هم ترسیم بکنید، بیاید نقاط پی آر زد و نقاط نام اکستنشن اینا رو به دست بیارید، این محدوده ها رو ببینید چه جور میشه. میبینید مثلا دو تا محدوده همپوشانی دارن، میاد خیلی محدوده محکم تری رو بهتون نشون میده، ولی میگم همین هم به اصطلاح میاد کار من رو اسخایم. هنوز حالا ما خوب نشده، من پوزش میخوام اگه سرفه ای میشه، چون تا بیام صدا رو قطع کنم زمان میبره و کلا چون تمرکزم رو چهار تا ازتون پوزش میخوام پیشا پیش. سلامت باشید. برای ما اصلا تارگت رو چجوری بدیم چون صف رو رد کرده و نقطه نظیر نداره؟ آقای علی سوال خیلی خوبی پرسیدین. بیا کراس رو شما مشخص بکن، فرقی هم نمی کنه کراست کجا باشه، وقتی که اومده به سمت بالا قطع کرده، وقتی که اومده به سمت بالا قطع کرده، حتما من باید این رو مد نظرم قرار بدم. میشه فیبوناچی رو رسم کنید؟ دوستان یک کلاس جدا در خصوص فیبوناچی دارید، اون رو حتما توی اون کلاس میان بهتون آموزش میدن، چون از تایممون خارج میشه. خب همه سوالا رو پاسخ دادم، از مطالب گذشته سوال دارم کی بپرسم؟ انتهای کلاس های اسماعیلی یادم بندازید و سوال رو بپرسید. عیار رو دیروز گفتید یادآوری کنید، بهتون عیار رو هم حتما بررسی میکنیم، بریم و
دو تا مثال دیگه ببینیم و ما بقیه موارد رو با هم راجبش صحبت بکنیم. یه بحثی که حالا من دارم میرم روی نماد دیگه، میریم روی نماد دیگه، مثلا نماد ببینیم آیا این نماد کندل کسا کندل نداره متاسفانه، بریم روی نمادی که کندل داشته باشد. این محدوده را قبلا مشخص کردیم، ببینیم چه محدوده ای بوده. کموه تاج نشده بوده که تاج هم شده، چقدر جذابه. بسیار عالی. خب نکته مهم توی اینجا، حالا من این ابرو بردارم بریم رو تنکانسن کیونسن، یک بار دیگه میام مشخص میکنیم راجب کموسن هم توضیح میدم، از این بابت کاملا خیالتون راحت باشه. ببینید اینجا کراس من رو این کندله میام. دوستان 52 و 78 رو هم لطفا خودتون امتحان بکنید و بیایید با هم جلسه بعد در حد 2-3 دقیقه راجبش صحبت بکنیم، چون میگم توی بحث کلاسمون نیست، ولی حالا 52 و 78 به خصوص مد نظر قرار بدین، ولی ترسیم بکنید و فیدبکتون رو بگین ببینیم میشه کار جذابی باهاش انجام داد یا خیر. عرض مستطیل مشخص شد، حالا بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت رو هم مشخص میکنیم که میشه این شدوه این کندل آخره. خب بسیار عالی. ببینید دوستان الان من اومدم اینجا محدوده رو مشخص کردم، زمانی که باکس من، الان میخوام بهتون نقطه ورود بگم که میتونم اونجا رو نقطه ورود قرار بدم یا ندم. ببینید زمانی که یه همچین حالتی من دارم، یعنی کموسن من نزولیه، بذارید اول تارگت ها رو یه بار بکشم بعد این رو بگم. الان مجدد صرفا برای اعمال قدرت میهم کندل ها رو اینها رو بر میداریم. این رو به سمت بالا حرکت بود. روی صندوق هم امتحان میکنم، چون که دوستانتون سوال پرسیدن میام صندوق هم امتحان میکنیم که ببینیم پاسخ میده یا خیر. و صرفا یه مورد دیگه، مثلا من خدمتون عرض میکنم که دوستان این مورد 100% پاسخ ده، 100% ازش جواب میگیری. بدونید من اونجا دارم خلاف واقع بهتون میگم، چون هیچ مورد 100% ما توی تحلیل نداریم، هیچ مورد 100% ما توی تحلیلمون نداریم که من بگم دوستان 100% این جواب هستش. خیر، حتما امتحان بکنید. خودتون الان پرسید روی طلا و فارس امتحان میده جواب میده، بنده امتحان کردم پاسخ میده. خودتون هم بیاید امتحان بکنید، خودتون بیاید رو صندوق ها امتحان بکنید، اون موقع برای خودتون هم دلچسب تر خواهد بودش که خودتون ببینید توی چه مواردی اومده پاسخ داده و میتونه تاییدیه بده. یا مثلا من واقعا لذت میبرم، خودتون میایید موارد جدید میگید، میگید خب فیبو هم میشه امتحان بکنید، هر موردی رو که میگید امتحان بکنید فیبوناچیشو. اگه مثلا کلاسمون 4 ساعت 5 ساعته بود، قطعا من فیبوناچی هم میمدم الان باهاش امتحان میکردم و میدیدید که چه محدوده هایی رو به من میده با این دوتا کنار هم، و هرچند خود این ایچی مکان به تنهایی بهتون محدوده رو میده، ولی با فیبو هم میتونستید این رو در بیارید به صورت کامل. خب من اینجا میام مشخص میکنم ببینید چه محدوده هایی رو بدوندم در گذشته چقدر جذاب. این هم فکر کنم اگه این مستطیله رو یه دونه دیگه ببریم بالا رو سقف تاریخی این نماد هم میام. ببینید محدوده خیلی جذاب برای من مشخص کرد. حالا اینجور مواقع که به نظر میرسه، اینو لطفاً یادداشت بکنید چون خیلی نکته مهمیه. چرا مستقیده رو پاک کردم من؟ نکته خیلی مهمیه.
خب میام اینجا تن کانسن کیجونسن رو مشخص کنم. این خودش یه استراتژی ورود میتواند باشد. دقت کنید، یک استراتژی ورود میتواند باشد به شرط ها و شروط ها. شرط و شروط من اینجا چیه؟ زمانی که من یک کموسن نزولی دارم، و گمان، ببینید این رو من میام تو هر دو جا امتحان میکنم که برای من مشخص بشه، که همینجوری فقط صرفا نمیام بهتون تیپس معاملاتی بگیم. زمانی که کموسن نزولی دارم، یعنی مثل اینجا، یعنی آبی بالای قرمزه یا کیجونسن بالای تن کانسنه، حالا این رنگ آبی و قرمز برای من برعکس ها، من اومدم الان خودم رنگ تن کانسنم رو قرمز کردم، کیجونسنم آبی. حالا پیشنهاد میکنم چون میخوام ادبیات باید داشته باشیم، شما تو تنظیماتتون همینجوری باشه، برای اینکه اصلا فرقی هم نمیکنه حالا قرمز و آبیه. بدونید کموسن داره به سمت پایین میاد، نزولیه داره به سمت بالا میره، صعودیه. کموسن من الان اینجا نزولیه، من میام باکسم رو ترسیم میکنم، حالا البته ترسیم کرده بودیم، میام باکسم رو اینجا من ترسیم کردم، هایست های و لوست لو هم رو مشخص کردم. ببینید اینجا دو تا نقطه ورود میتونه به من بده. یکی این که صبر بکنم تن کانسن کی جانسن رو به سمت بالا قطع بکند، یعنی دقیقا توی این کندل، و حالا اینجا وقتی که قطع کرد میام میدلاینم رو من پیدا میکنم، میدلاینم رو پیدا کردم. اینجا میشه نقطه ورود من الان. اینجا شد نقطه ورود من. حد ضررم کجاست؟ حد ضررم میاد این باکس قرار میگیره، انتهای باکسم، و حالا نقطه ورودم اینجا بود دیگه، میام به اندازه باکس میرم بالا از نقطه ورودم، یعنی اون باکس که داشتم و به اندازه نقطه ورودم میبرم بالا. این میشه تارگت اول من. حالا برای اینکه خیالم راحت بشه ببینم آیا اصلا این معامله ارزش دارد من واردش بشوم یا خیر، میام اینجا توی این قسمت وضعیت خرید، یک کلیک میکنم روی نقطه ورودم، ببینید استاپلاس من اینجاست، حد سود من هم اینجاست. زمانی که نسبت ریسک به ریوارد من بالاتر از 2 باشه مناسب هستش. یعنی چی؟ یعنی مثلا من الان اینجا 1000 تومان وارد میکنم که مثلا بیام 20% برم تو سود، این بر 8% بیام تو ضرر. ببینید این نسبتاً نسبت خیلی خوبیه دیگه، ولی اصلا خیلی جاها ممکنه، به خصوص توی این بحث کانال های وی آی پی، من که از دوستانم عضو شده بود، حالا خالی از لطف نیست بهتون بگم، این کانال همه تارگت هاش میخورد دوستان، یعنی هر تارگتی میذاشتش، یعنی فکر نکنم آقای وارن بافت انقدر قوی بود توی این بحث، به جد دارم عرض میکنم. مثلا پوزیشن خرید میگرفتن دقیقاً ریسک به ریواردشون اینجوری بود، بدون کوچکترین تعارفی دارم خدمتتون، یعنی شما مثلا 50% میرفت تو ضرر تازه با اعراب، سر اینکه 1% بری تو سود هیچ وقت هم نمیومد این حد ضرر بخوره، یعنی تا اینجاها میومد، پای میومد، حد سود رو میزد، میگفتن تمام پوزیشن های ما پوزیشن های صحیحه و ما داریم گین میگیریم. این نکته خیلی مهمیه. و حالا یه چیز دیگه، ممکنه اصلا شما بیای فقط همین قیمت رو نبینی، ببینید مثلا این نماده که داریم بررسی میکنیم خیلی وقته صعود نداشته، خب طبیعتاً میای این حد سودت رو اینجا قرار میدی. من این معامله رو بیشتر دوست دارم، هر چقدر درصد ریسک ریوارد من بالاتر باشه برای من جذاب‌تره، یا حتی ممکنه، میگم صرفاً این برای دید کوتاه مدته، ولی برای بلند مدت میای 2-3 تا باکس شما قرار میدی. ببین حد ضررت هم خیلی کوتاهه، ببین دقیقاً اومد رو سقف تاریخی کلوز کردش، این میاد اینجوری تغییر میکنه، الان نسبت ریسک ریوارد شما شده 8. میگم با توجه به دیدی که داری، الان نمیام بگم مثلا این قسمت آرمان شهر، نمیدونم شهر اوتوپیا، مدینه فاضله است، نه، دید کوتاه مدت ممکنه این برای شما باشه، دید بلند مدتی که مثلا من دارم این هستش، و این الان به نظر من
مناسبه. مثلا اگه من اینجا تو این قیمت وارد شدم، الان نه حد ضررم خورده نه حد سودم. حالا اینو اصلا برای نماد قشهدو هم تغییر نمیدیم، ببینیم آیا حد ضرر رو میزنه یا به سودمون میرسه. الان بازم از این مثال میزنیم، براتون گویا هست. یعنی به اصطلاح این یه لقمه حاضر و آماده میشه، یعنی کاملا حاضر و آماده است برای اینکه من نقطه ورود، حد سود، حد ضرر، یعنی کامل ترین واقعا بحث الان گفته شد. اولش رو نفهمیدم، یه بار دیگه میگم مشکلی نداره. دقت کنید، اینی که من عرض کردم توی بحث کموه نزولی بودش. میایم با هم بررسی میکنیم کموه میدلان رو پیدا کردید، مستطیل وسط مشخص میکنه. چرا حد ضرر رو دقیقا روی حمایت قرار دادین؟ کاری ندارم با حد ضررم روی حمایت، من اومدم طبق باکسم عمل کردم. حرف شما کاملا درست، الان حد ضرر من دقیقا روی حمایته. میتونم یه اپسیلون رو پایین تر در نظر بگیرم، ولی من میام طبق باکسی که کشیدم عمل میکنم. تنظیمات دقیقا روی همون تنظیمات خودش هستش دوستان. سوال خیلی خوبی پرسیدینا، چرا حد ضرر رو حمایت؟ من هیچ کاری نکردم، من طبق باکس اومدم. میتونی یه ذره مثلا اینجا از حمایت پایین تر، این رو هم من قشهدو با اصلا دست نمیزنم که ببینیم چه اتفاقی براش رخ میده، آیا حد ضررمون میخوره یا نمیخوره. بریم روی نماد دیگر بررسی کنیم. موافق هستی روی صندوق بررسی بکنیم؟ من چسب رو غیر فعال کنم و بریم مباقی بریم روی این خیلی بیشتر توضیح بدیم. دوستان اینو من میخوام خیلی توضیح بدم، یعنی یه نیم ساعت ممکنه کار ببره، چون میخوام کامل بگم، هم کموه نزولی بگم هم کموه صعودیو. بسیار عالی. کموه نزولی چه کمکی بهمون کرد؟ اینجا کموه نزولی کمکی که کرد بهمون نقطه ورود، حد ضرر و حد سود رو داد. تنها کمکی که تونست بکنه این بود کموه نزولی. بریم روی نماد دیگه، مثلا نماد قرنه رو دادم. اینجا کراس نداریم، اینجا کراس داریم، فرق نمی کنه هر کراس، ولی می کنیم کراس های نزدیک رو راجع به صحبت بکنیم. این الان این کراس، میام یا اگه بخواید اصلا میام به کراس سعود، میام به کموسن سعودی تریگر قرار میدم. ببینید نکته‌ای که اینجا داره روی کموسن سعودی، مثلا مثل این، من میتونم سل بیام بگیرم، روی نزولی بیام بای بگیرم. یعنی چی؟ ببین نکته خیلی مهم رو لطفا یادداشت بکنید. وقتی که مثلا من نکته خیلی مهم میام یه کموسن سعودی دارم، روندم هم روند سعودیه، منتها اومدم به انتهای روند رسیدم، چه زمانی میاد کراس اتفاق میفته؟ یعنی زمانی که مثلا میانگین 9 دوره و 26 دوره با هم برابر میشه، اینا میاد با هم برابر میشه، میاد روی هم قرار میگیره. نکته خیلی مهم، ببینید اینا نکاتیه که باید خودتون توی چارت بهش برسید کاملا. مثلا من اینجا الان اینو دارم، خودم میام تصمیم میگیرم که باید بیام بای بگیرم یا سل بگیرم، ولی قبلش میام یه چیزی واسه خودم مشخص میکنم. الان من اومدم اینجا، کاری به ادامهش هم ندارم. ببینید من اومدم روی سقف تاریخی قرار گرفتم، میام اینجا دوباره بازه زمانی رو مشخص میکنم، 25 تا. میام مستطیلم هم ترسیم میکنم، این مستطیلم این. نگاه کن خانم صدیقی فرمودین خط وسط کجاست؟ خط وسط اینجا میشه، میدلاین هم نگاه کنید، با موس میام رو مستطیل خط وسط هم رو مشخص میکنم.
این خط وسط هم ببینید اینجا یه کراس زده، درسته؟ حالا این فعل رو شما خودتون میتونید انجام بدید. زمانی که کراس زد ببینید یه کندل دو کندل بزنه، ببینید کندل ها نزولیه. خود من اینجور موقع ها میام چی کار میکنم؟ میام میبینم آقا یا خانم من توی سقفم یا توی کفم یا توی قیمت خیلی بالاییم یا توی قیمت خیلی پایینیم، میام اون رو برای خودم مشخص میکنم که توی چه قیمتی هستم. الان نگاه کنید قرن توی این بازه برای من رو سقف تاریخیه. و یه نکته، سقف تاریخی دوستان معمولا با یک بار حمله بهش، میگم هیچ وقت ما همیشه نداریم، اغلب هم بخوایم بگیم با یک بار حمله بهش نمیشکنه. میبینید چند بار باید بیاد تاچ بکنه که بخواد بشکنه. مثلا اونس جهانی طلا 3-4-5-6 بار اومده اون قیمت رو تاچ کرده که الان هم سقف رو حالا بررسی نکردم زده یا نزده، ولی تو اون محدوده ها هستش. ببینید اینجا هم اومده دو بار به این محدوده خورده، اینجا هم اومده برخورد کرده. با توجه به رفتار کندل من نمیگم دقیق روی این جاها، ولی میام روی این محدوده هر چقدر بالاتر بهتر، میام سل رو میگیرم. حالا نقطه ورودم رو نمیگم دقیقا این وسطانه، هرچی بالاتر باشه بهتره دیگه، سود بیشتری میتونم بکنم. میام تارگت اولم رو مشخص میکنم. این شد تارگت اول من. چرا؟ ببین یه روند صعودی داشتم، اینا دیگه باید بیام من خودم مغزم رو ذهنم رو بیام کامل به چالش بکشم و همواره ذهنم این نباشه که من باید بیام تو بازار سهم بخرم، هی بیام بخر برای خودم رو بریزم، یا مثلا بیام اینو توی اختیارش هم مد نظر قرار بدم. بیام خب رسیده به سقف میاد یه پایین میدنه، پس من میتونم بیام مثلا کلاس اختیار رو حتما شرکت بکنم، یاد بگیرم، بیام حالا از اختیارش هم استفاده بکنم، یا مثلا بیام چه اختیار فروش بخرم. میام مجدد اینجا. الان نگاه کنید من گفتم پوزیشنم پوزیشن سله، پوزیشنم پوزیشن سله، ولی میام اینجا شورت پوزیشن انتخاب میکنم که شورت سل با هم یکیه. اینجا نقطه ورود، ولی من گفتم هر چقدر بالاتر بهتر. وقتی اینجا کراس کرد طبیعتا من میام توی قیمت‌های بالاتر میرم، ولی حالا میگم دقیقا همین وسط. این استاپ لاس من هست، اینم حد سود. بذاریم بیام دقیق، شد 1.85. ببینیم آیا نگاه کنید در آینده اومد استاپ لاس من رو زد. حالا یه نکته، یه سوال مهم، اصلا این عدد 1.8 که من دیدم پوزیشنی بود که من بخوام وارد بشم؟ ارزشمند بود؟ خیر، اصلا پوزیشن جذابی برای من نبود. دو به بالا باید باشه دیگه، کموسنم هم سودی بود. از قصیم مثال دادم که استاپلاس من بخوره و حالا ببینید استاپلاس من اومد اینجا خود توی این کندل. و یه نکته دیگه، زمانی که من میام یه پوزیشنی باز میکنم دوستان، اصلا چرا ما داریم تحلیل تکنیکال یاد میگیریم؟ همین الان چرا جای حد سود ضرر جابجا شد؟ به خاطر اینکه آیه قهرمانی ما اومدیم اینجا پوزیشن سل گرفتیم، نیومدیم بای بگیریم، گفتیم اومدیم حد زدیم که برمیگرده. چرا من بعد اینجا حواسم باشه و چرا من اصلا دارم تکنیکال اسخای میکنم، تکنیکال یاد میگیرم؟ سوالو حتما همه خودشون باید بپرسن، به خاطر اینکه بیان توی کمترین زمان بیشترین سود رو ببرن، توی زمان کم بیان سود زیادی ببرن، یعنی سود مناسب تری ببرن. الان شما اینجا ببینید اصلا جذاب نیستش، یک کندل دو کندل سه کندل چهار، شما 20 کندل درگیر این پوزیشنی، با پوزیشن رو ببندید. چرا میگم باید توی روند معامله بکنیم؟ به این خاطره که من نیام گیر بکنم. ببینید این رو میام کامل من بررسی میکنم، من توی این کندل اومدم، یعنی دو ماه من روش بودم، آخر سر استاپ هم خورد. نکته، من توی چه شرایطی هستم؟ توی حالت
رنج یا ساید هستم. من توی حالت ساید معامله میکنم یا خیر؟ اینجاست دوستان مشخص میشه که من باید توی بازار روندار معامله کنم و هر دفعه نگم که من نه همش باید بیا معامله بکنم، اینجا بای بگیرم اینجا سل بگیرم. نه، زمانی که روند صعودی بود بای، زمانی که روند نزولی بود سل. شما فرض کن اینجا 2 ماه پول درگیر بوده، اگه تو درآمد ثابت میذاشتی 4% حدودا بهت میداد، آخر سر بعد 2 ماه با 7% ضرر خارج شدی. 4% از دست دادی، 7% هم که از دست دادی انگار 11% شما ضرر کردید. 2 ماه هم پولتون خواب بوده، ضرر هم کردید. تازه حد ضرر مشخص کردید. فرض کنید که حد ضرر مشخص نمی کردید و می گفتید ایشالله می ریزه، ایشالله برمی گرده، الان دیگه فاجعه رخ داده بود. پس این نکته خیلی حائز اهمیته، این نکته خیلی حائز اهمیته که من بیام روند بفهمم روند دقیقاً شکل گرفته یا نگرفته. این فهم روند خیلی مهمه. وقتی باریکلا آقای اسماعیلی مورد جذابی رو فرمودن، وقتی یه تنکانسن من الان کدومه؟ خط رو جابجا نکردیم الان، همون قرمز است. کجا تنکانسن اومده بالا؟ اینجا نگاه کن آقای اسماعیلی، نمیشه گفت اینجا تنکانسن اومده بالا، طبیعتا میره بالا، ولی اینجاها میشه گفتش. اینو با هاتون موافقم، ولی همون لحظه نمیشه تشخیص داد. بازم موافق هستید از این رو مثال ببینیم؟ این کلاس رو من الان دفعه بعدی به دوستان عرض میکنم که اگه بشه 2 ساعته باشه، چون یه سری مطالب ممکن هستش که بمونه. حالا میگم یه جلسه دیگه جدا ادامه همین رو در نظر بگیرید. نظرتون هست اینو کلن رو همین باشیم فعلا، یا برم کومو 103 رو بهتون بگم؟ حس میکنم این مطلب رو کامل کامل بگیم خیلی جذابتر میشه. بهتون میگم های قهرمانی، یه فیدبک به هم بدین که کدوم رو بررسی کنیم. اصول کشیدنمون کومو 103 رو باشه، کومو 103 رو میگیم. توضیح بیشتر الان همه تون دارید 50-50 تقریبا جفتش رو توضیح میدیم، ولی قطعا برای دفعه بعد این کلاس رو میگیم 2 ساعته باشه. خب الان میام یه مثال دیگه هم میزنم. حالا بریم مثلا روی صندوق که ببینیم این حرف اصلا روی صندوق هم جواب میده یا خیر. بسیار هم عالی، چقدر جذاب واقعا این صندوق. چارتش رو میگم و نه بخواد نام صندوق جذاب باشه. ببینید من اینجا میام، گفتم کمایی که دارم، کمای من یک کمای نزولی است، حال بازار رو هم در نظر میگیرم. یه نکته دیگه یادداشت بکنید لطفا که یادتون نره، بحث کموهای نزولی به خصوص زمانی که به یه حمایت خیلی قوی میرسه، اونجا محدوده های خیلی جذابیه برای ورود. محدوده های خیلی جذابی برای ورود هست. یعنی من میام چیکار میکنم اینجا؟ دوباره 26 تا رو ترسیم میکنم. یعنی 25 تا رو میام، هایست های و لوست لو رو هم مشخص میکنم. ببینید هنوز کندل من شکل نگرفته ها، یعنی اینجور مواقع من باید بیام پیش دستی بکنم، این یه ذره بیاد بالاتر که دقیقا روی میدلاین باشه. الان این پوزیشن به نظر من پوزیشن جذابی میتونه باشه. به چه علت؟ به خاطر اینکه یه شادو ریز زد، یعنی یه شادو خیلی بلند زده به پایین، و وقتی دوستان یه شادو بلند من میبینم نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که قیمت اصلا دوست نداره اونجا بمونه. پس اینجا من میام تصمیمم رو میگیرم، میام حالا این نصفه رو اینجا پیاده میکنم،
بایوسلم رو اینجا میام وارد میکنم. ببین آقای قهرمانی دقیقا اینجا بود، پوزیشن سل میخوام بگیرم، شورت پوزیشن رو میزنم، بایو بخوام بگیرم، وضعیت خرید اینجا میزنم. الان این پوزیشن پوزیشن جذابیه، نسبت هم 2.64، من میخوام بیام 15% 16% سود بگیرم تا 6.5% برم تو ضرر. این پوزیشن پوزیشن جذابیه و همینجا سری میام تارگت نقطه ورودم رو قرار میدم. بیان کندل های بعدی رو ببینیم. ببینید با 3 کندل 4 کندل اومد رسید. زمانی که دوستان شادو دارید، شادو که مثلا خیلی ماده پایین، بیاید حتما مد نظر قرار بدید و اینجا هم تا اومد بفروشید. چرا؟ چون شما تو 3 کندل اومدی سود خودتو کردی، تو 3 کندل اومدی سود خودتو کردی و الان میتونی اینجا دیگه کراس دیگه ای رخ نداده. من میخوام از این روش استفاده بکنم. باز ببینید اینجا اومده یه شادو پایینی زده، یعنی قیمت دوست نداره تو اینجاها بیاد، یعنی خیلی اینجا اوردر خرید گذاشته شده. نکته خیلی مهمه، اوردر خرید های زیادی الان توی این محدوده پالایش هست که اومده قیمت رسیده و سریع جام کرده و برگشته به سمت بالا. پس اینجور مواقع رو اصلا از دست ندید. حتما هم الان من دارم میهتون میگم اصلا از دست ندید، باز هم به این صحبت اکتفا نکنید و خودتون لطفا توی چارت این رو امتحان بکنید و ازش استفاده بکنید لطفا. حالا کلاسمون واقعا امروز کلاس خیلی جذابی داره میشه، چون کامل دیگه هم نقطه ورود خروج، هر طب کلاس های قبلی هم همه این موارد هستش، ولی الان دیگه خیلی شسته رفته است. یعنی شما با کراسی که فقط بتونید ترسیم بکنی الان اومدیم بررسی کردیم. حالا میخوایم بیایم 103 رو بگیم بهتون. حالا میخوایم بیایم بریم روی نماد دیگه. حالا این رو از من به خاطر داشته باشید، اینجا خیلی اوردر خرید هستش، روی این قیمت ها خیلی اوردر خریده و حتی اینجا ها میتونه خیلی جذاب باشه برای کما شما. بریم مثلا حالا روی توان، توی توان هم همچین داستانی رو داریم. بیایم 103 رو اضافه کنیم. یعنی بذارید اینم بمونه، چون این خط روند اینجا کشیدم دوستانم بعدا با هم بررسی کنیم. مثلا میریم با عیار دیگه. نکته مهم، حالا توی بحث این ناحیه ها یه تارگت یه موردی هم بهتون میگم، بحث خط روند با کیجونسن الان نمیگم که جذابیتش نده. یه همچین شکلی وقتی که من داشته باشم خیلی جذاب میشه. حتما توی کلاس خودش میام این رو براتون توضیح میدم. مطلب خیلی جذابی الان از بحثمون جدا هستش. واقعا توی این بحث خط خودتون هم برید امتحان بکنید. حالا قبل که من بگم ببینید این خط روند کیجونسن نشکنه چه اتفاقی رخ میده، که بعد توی کلاس مربوط به خودش بیایم کامل راجبش صحبت بکنیم. حالا میخوام عدد 103 رو تنظیم کنم. عدد 103 چیه؟ فرق نمیکنه ترین کانتنت باشه یا کیجونسن. میایم یک کدوم رو روی عدد 103 قرار میدیم، میایم اینها رو تیکش رو برمیداریم، ورودیمون بیسلاینمون 26 میذاریم روی 103، یک کلیک میکنیم، رنگش هم رنگ مشکی میکنیم، یه ذره هم قطور که بیشتر مشخص باشه. ببینید دوستان 103 میاد به من چی میگه؟ میاد هایست های و لوست لو من توی 103 دوره اخیر رو نشون میده. چه اتفاقی اینجا رخ میده وقتی 103 دوره اخیر باشه هایست های و لوست لو من؟ میاد روند کلیو به من میگه. کندل ها بالای این باشن توی بلند مدت ها، دقت کن، چون 103 دوره اخیر رو داره نشون میده، حدودا 3 ماه و
دوازده سیزده روز داره به من نشون میده، میاد توی 103 دوره اخیر این رو به من نمایش میده. و حالا کراس ها خیلی مهمن، به خصوص الان این کراسی که خدمتون میگم، جایی که تن کانسن، یا میتونی بگی محدوده ای که تن کانسن و کیجونسن کراس دارن با 103، محدوده های به شدت جذابی هستن. هم میتونیم به عنوان حد سون و هم میتونیم به عنوان نقطه ورود در نظر بگیریم. مثلا کندلم حذف کنم که دوباره اعمال قدرت کنیم. ببینید الان این مستطیلی که کشیدم کراس تنکانسن با 103 و کراس کیجونسن با 103. و نکته مهمتر، جاهایی که این 103 خیلی طولانی فلت میشه و فلت طولانی داره و همراستا با فلت تنکانسن یا کیجونسن میشه، اونجا هم محدوده های به شدت، هم میتواند محدوده ای باشه برای نقطه ورود، هم میتواند مثلا من بالاتر یه پوزیشن باز کردم حد ضررم قرار بدم، و هم میتونم محدوده ی حد سودم قرار بدم. و مجدد اینجا ببینید هیچ خط، هیچ کندلی هم نداریم، ولی این فلته، فلت خیلی مهمیه. یا مثلا اینجا قطعا محدوده خیلی جذابی برای ورود یا بحث های دیگه بوده. حالا من میام اینا رو حذف میکنم. یا مثلا این محدوده به خصوص که چندین بار برخورد داشته، حالا میام این رو حذف میکنم، 103 رو هم حذف میکنم. ببینید دوستان چقدر محدوده خوبی بود. این فلت طولانیه بود که چند بار اومد برخورد کرد، و این هم این محدوده حد فاصله بین تن کانسن و کیجونسن بود که باهاش خورده بودن. حالا میگه مثلا وسط این رو در نظر میگیریم، میدلاینش رو در نظر میگیریم، این رو میگه پس میکنیم. محدوده های خیلی جذاب، این سقف تاریخی هم اومده به من داده، محدوده های خیلی جذاب رو به من میدم. سقف تاریخی رو از قبل کنم کشیده بودیم، یه لحظه بگیم که علکی بله سقف تاریخی رو از قبل کشیده بودیم، به این ربطی نداره. دونید محدوده خیلی جذابی رو به من داره نمایش میده و من میتونم ازش استفاده بکنم. در خصوص 103 سوالی هست فقط که یه تایید بدین تا 16 و 25 دقیقه راجع بهش صحبت بکنیم. مطلب براتون گویا هست؟ خیر، با اپ هیچ دستی نمیزنیم آقای اسماعیلی، فقط میریم توی همون بیسلاین رو اپ 26 میکنیم 103، هیچ اتفاقی رخ نمیده، یعنی تنظیمات دیگه رو به هم نمیزنیم اصلا. یه ایچ موکو دیگه باز میکنیم و میایم وارد کنیم. عدد بزرگ 103 هم کاربرد دارن، فعلا ما استفاده نکردیم آقای فرقانی عزیز. آیا الان دیر نیست برای خرید عیار؟ خودتون میدونید روی سقف هست، روی سقف هست، خیلی نکته مهمیه. حالا که روی سقفه خبر داره میاد، حالا خبر سیاسی اقتصادی، چه چیزی رو براتون تداعی میکنه؟ فرصت وروده، فرصت خروجه؟ بیاید اینا رو برای خودتون مشخص بکنید، چون هر کدوممون نظراتمون فرق میکنه. الان مثلا از دید من فرصت فروشه، مثلا از دید آقای اسماعیلی فرصت خریده. میدونید چی میگم؟ این بستگی به خودتون داره که نظر خودتون چیه اینجا، چه کاری رو درست من انجام بدم. این رو باید خودتون بررسی بکنید. استفاده که از تقاطع تنکانسن و کیجونسن با 103 رو دوباره میگید، حتما میریم بررسیش میکنیم. آقای اسماعیلی من با 40% سود خارج شدم، بسیار هم عالی. یعنی واقعا دوستان سود میکنید بیاید بگید من لذت ببرم، حتما بیاید سوداتون رو بگید. حالا ضررها رو میشه که ضرر نکنید، ولی ضرر هم جزوی از بازاره. هم ضررها رو بیاید بگید، هم سودها رو بیاید بگید. ضرر هم میاید بگید، حتما باید حد ضرر داشته باشیم، وگرنه واقعا ناراحت میشم اگه حد ضرر نداشتیم و همینطوری وارد معامله شدیم. خیر، این کلاس ها ضبط نمیشه. موافق هستیم ببینیم واگرایی داره یا نداره؟ نظرتون هست؟ بسیار عالی، همتون دارید میگید، اکثرا دارید میگید با سود خارج شدید، الهی شو، ان شاءالله همیشه سود و پرسود و پربرکت باشید. تا
تایم پایینم 103 جواب میده. بله آقای حمید، توی مولتی تایم فریم، توی همه تایم فریم جواب میده. مثلا توی یک دقیقه میاد 103 دقیقه قبلش رو های سای و لو سلوش رو به دست میاره. من سیو سود کردم، بسیار هم عالی. عیار واگرایی نداره ولی دلار داره، چقدر خوبه که بررسی میکنید. حالا ما هم یه نگاهی بهش میندازیم ولی از مبحثمون جدا نمیشویم. خیر، هیچ واگرایی نداره، اتفاقا خیلی هم همگراست. واگرایی ندارد. بیایم حالا روی نماد دیگه بریم، چه صندوقی مثلا بررسی بکنیم، یا چه نمادی، نماده حالا پتروشیمیه تندگویان رو بریم ببینیم. شگویا چقدر جذاب. ببینید چرا میگم میتونیم به عنوان نقطه ورود در نظر بگیریم. زمانی که نگاه کنید دوستان، این فلته خیلی جذابه ها، فلته عجیب و غریب جذابه. حالا میخوام بیام با ابرم الان اینو ترکیبش بکنم، الان میخوام بیام ابرم بهش اضافه کنم. حالا صفحه شروع شد، خیلی چیز نشید، خیلی مثلا حالت گیج شدن اصلا دست نده بهتون که حالا من اینجا قاطی میکنم. نه، میایم کامل با هم خلوتش میکنیم، کامل میایم با هم خلوتش میکنیم. از این بابت خیالتون راحت باشه، میایم الان خلوتش میکنیم. من میام چی کار میکنم زمانی که این اتفاق رخ میده، یعنی من فلت دارم. بنویسید لطفا، چون واقعا اینا الان همه مواردی که میگم نکته‌ای هم حتی توی کتاب یا توی اینترنت نیستش، مواردی که شخصی به دست میاد که میاد بهتون میگه کجا وارد بشید دیگه، دقیق دقیق میاد مشخص میکنه که تصمیم بگیرید. اینجا من فلت دارم، دقت کنید، فلت دارم و تن کانسنم اومده رد شده، یعنی یکی از برخوردها رو داشتم. میام اینجا چی کار میکنم؟ با استفاده از اون باکسم میام تارگت مشخص میکنم، تارگت مشخص کنم، یا میتونم مثلا حد سودم رو بیارم اینجا روی این فلت قرار بدم، یا مثلا حد ضررم رو اینجا، ولی حد ضررم رو بیام اینجا قرار بدم، ببینید پوزیشنم جذاب واقعا نمیشه. پس حد ضررم رو قطعا نمیام اینجا قرار بدم روی این فلت قبلی 103. نکته مهم، فلت قبلی 103 تحت هیچ عنوان، تحت هیچ عنوان به عنوان مثلا بگیم فلت بالایی حد سودم باشه، فلت پایینی حد ضرر، این فاصلهش خیلی زیاده، فاصله خیلی زیادی داره ها. یعنی دقیقا اینجوری میشه، من بگم اینجا بیام وارد بشم، اینجا خارج بشم، فکر کنم زیر یک هم بشه، نه حدودا روی 1.23 شد، اصلا فایده نداره. میخوام 7% سود کنم، 6% برم تو ضرر. پس اینجا میام همون روشی که با هم بلدیم رو انجام میدیم. ولی زمانی که من اینجا فلت دارم و کراس تن کانسن و حتی در این میبینید کراس کیجونسن هم داشتم، ولی کراس تن کانسن رو دیدم، میاد به من تاییدیه ورود رو تا حدودی میدهد، تاییدیه ورود رو تا حدودی میدهد. من میام همینجا وقتی که این اینو قطع کرد، توی همین کند، توی همینا وارد میشم، توی همین قیمت ها میام وارد میشم. حالا اینجا ببینید یه نقطه ورودم اینجا بوده ها، که من اینجا صبر میکردم اینجا رو بشکونه بیاد بالا. حالا کاری ندارم، میام اینجا این رو مشخص میکنم، پوزیشنم رو میگیرم، حالا حد سود و حد ضررم رو با همون روش قبلی، چون طول میکشن رو بگم، مشخص میکنم. و ببینید چون تن کانسن اومده به سمت بالا و کیجونسن هم داره همراهی میکنه، پوزیشن من به احتمال زیاد یک حرکت خیلی قدرتمندی رو داره. و ببینید اومده بالا، یعنی روند نزولی کامل تغییر کرده و به روند صعودی تبدیل شده اینجا. پس من تو همین محدوده ها میام وارد میشم. ببین کف بالاتر اومده به کف قبل زده و سقف بالاتر نسبت به سقف قبل، این تاییدیه هم به من داده. تن کانسن هم اومده اینو به سمت بالا قطع کرده، کیجونسن هم حتی اومده در آینه، ولی من اینجاها دیگه وارد میشدم، اومده به سمت بالا قطع کرده، چون این یه محدوده حمایتی خیلی محکم برای من هست، اومده به سمت بالا قطع کرده و من میتونم بیام تارگت هام رو تا نزدیک های سقف تاریخی یا مثلا تا کراس اینجا بیام در نظر بگیرم. الان هم ببینید مجدد اومده اینجا نزدیک شده و ببینید چه جامپی داشته. پس خیلی این و
بحث 103 رو باید جدی بگیریم ما. این مثال براتون گویا بود؟ خیلی جذابه واقعا. زمانی که من یک فلتی دارم، وقتی که فلت 103 دارم، تن کانسنت بیاد اون رو رد بکنه. تن کانسنت که بیاد اون رو رد بکنه، مجدد میمای باقرزاده. من یه فلت دارم اینجا، فلت 103. ببینید اینجا یه فلت خیلی خوب دارم طولانی. و ببینید اینجا اومده تن کانسنت برخورد کرده. گفتیم کراس تن کانسنت کیجونسن با 103 خیلی جذابه. و حالا کاری ندارم، در گذشته هم، در گذشته خیلی نزدیک، مجدد این محدوده اومده تن کانسن و کی جونسن اومده 103 رو رد کرده، پس یک محدوده به شدت قویه. اگر تن کانسن می اومد این رو به سمت پایین میشکوند، بهتون میگفتم سل بگیرید تا لو معتبر قبل، حالا که به سمت بالا شیکونده باید بره و نزدیک سقف قیمتیش بشه، حالا نزدیک به سقف معتبر قبلیش بشه. اینو بگیم جملمون جذابتر و دقیقتر. خیلی مهمه این بحثا، این برخوردها رو من بیام ببینم، برخورد 103 و تن کانسن کیجونسن رو ببینم، به خصوص اینجور موارد خاص که فلت می شود و تن کانسن می آید و رد می کند، یا برعکس تن کانسن میاد اون رو به سمت پایین میشکونه، یعنی من دارم میرم به سمت پایین، حالا تن کانسن هم داره همراهی میکنه، من دارم میرم پایین. اگر میخواید میتونید سوار بر روند بشید و با من همراه بشید. خیلی بحث جذابی هستش، خیلی بحث جذابی هستش. خانم صدی مرودی فهمیدم، ولی روندش سایه بوده قبل اینکه از مصطفی خارج بشه وارد سمت شده با این استراتژی. بله، ولی چون خانم صد این میاد این 103 رو میشکونه، ببینید توی روند بلند مدت الان با شما موافقم، توی این روند کلی توی باکس، توی یه باکس قرار داره، توی باکس ساید من قرار داره، ولی تن کانسن من اومده میانگین نه دوره من اومده میانگین 103 منو به سمت بالا شیکونده، پس این میاد تایید میده که حتی اگه من توی مستطیل باشم تا سقف مستطیل میتونم حرکت کنم. موافق هستین؟ این میتونه جذاب باشه. شما اومدی روند، بله کاملا هم با ات موافقم، اومدی یک روند یک ساله رو شما در نظر گرفتین، ولی من اینجا 9 دورم داره به 103 دورم میچربه، پس این میتونه خیلی جذاب باشه و میتونیم حتی تا سقف مستطیل، حتی اگه روند ساید باشه میتونیم واردش بشیم، سوالا رو پاسخ بدیم. ابر کومو هم مونده، ابر کومو رو هم بگیم. رنگ قرمز تن کانسن است کی جونسن؟ الان اینجا رنگ قرمز گفتم تن کانسن هستش و کی جونسن آبی. با هیکناشی هم میشه باکس کوموسن رو رسم کرد؟ آقا یعنی من اصلا از هیکناشی استفاده نمی کنم و نحوه کار باشم اصلا بلد نیستم. اگر شما کار میکنید بیاید امتحان کنیم. اصلا با هیکناشی هیچ رابطه برقرار نکردم، نمیگم بعدا، ولی من استفاده تا حالا نکردم. این استراتژی رو میتونم توی مولتی تایم فریم اجرا کرد، منطقی هستش. بله آقای فرشید قطعا میتونید توی مولتی تایم فریم امتحان کنید. یه نکته هم بهتون بگم، مثلا داری فارکس کار میکنی، کریپتو کار میکنی، تایم فریم هایی که خیلی معتبره همه میان رو، مثلا یه ساعت، چهار ساعت، 15 دقیقه، نیم ساعت، اینجا میشه یه زرنگی کرد، بیاد آدم محدوده ها رو توی تایم فریم مثلا 2 ساعته، توی تایم فریم 12 ساعته، توی تایم فریم مثلا 8 ساعته به دست بیاره، میتونه خیلی جواب باشه. برای نوسانگیری جذاب به نظر میاد؟ بله قطعا برای نوسانگیری. این مورد خانم سر قطعا برای نوسانگیریه، چون اگه من یه روندی داشته باشم، اینو سوالو بیام از خودم بپرسم، من یه روندی داشته باشم قطعا تن کانسل و کی جونسن هم بالای 103 من هستن دیگه. ببینید الان اینجا من روند صعودی دارم دیگه، این یه تیکر دارم میگم، سوالتون خیلی خوبه، بعد بپرسید سوالا رو. من یه روند دارم، تن کانسنم بالای کی جونسنه، وقتی هم عین اینجا روند داشته باشم که این اصلا نمیاد به این نزدیک بشه، پس قطعا این مورد برای نوسانگیری هستش. ابرا رو میندازید توی کلاس توضیح بدید؟ بله حتما، سلامت باشین، سپاسگزارم از شما. روند کوموسن عرض کردم اینا، کازمی روند کوموسنمونو زمانی که به سمت قرمز بالا یا تن کانسن بالای سعودی، زمانی که تن کانسن پایین روندم نزولی، عین داستان ابر رو من دارم اینجا، عین داستان ابر رو دارم. شگویا جزء سمای پیشنهادی گذاشت، هفتگی مفید است.
مدت ها اینو من خودم حقیقت نیده بودم، یه دفعه اومد تو ذهنم گفتم بررسی بکن. بریم ابر رو هم بگیم، بریم ابر رو هم بگیم. ابر میاد اینجا چه کمکی به من میکنه؟ خب من بیام اینو بردارم یه دفعه ابر رو اضافه بکنم. محدودهای بنچمارک رو یادتونه بهتون گفتم، محدودهای بنچمارک رو گفتیم، محل سویچ اب یا جایی که اب شروع میشه و اب تموم میشه محدودهای بنچمارک هستن. اینجور موقع من میام فلت اب رو میگم، من میام فلت اب رو میگم، یا میام قله یا دره ابر رو به عنوان حد ضرر یا یک اپسیلون پایین تر از قلمو یا درمو اسخای کنم درمو حد ضرر رو سم قلمو حد سود قرار میدم. میام اینجا چی کار میکنم؟ یعنی وقتی که مثلا من سویچ ابر دارم، ببینید این محدوده رو که من مشخص کردم دقیقا اینجا سویچ ابر منم هست، یعنی یک محدوده بنچمارکه. خب این میاد چند تا تاییدیه به من میده. با فیلتر نویسی میشه کلاس تنکانسن 100 رو پیدا کرد آقای باقریان عزیز؟ بله، ولی من خودم استفاده نکردم با فیلتر، یعنی میخوام فیلترش رو بنویسم. اگه مثلا پایتون بلد باشین خیلی در حد مثلا خوب خیلی میتونید بنویسی، داره میشه فیلتر نویسیش رو انجام بدید. اگه پایتون بلد باشین خودش رو بزنید و انجام بدید. و توی فیلتر نویسی هم اگه دستی بر آتش دارید یا مثلا فیلتر نویسی هم انجام بدید، بیایید امتحان بکنید. هایس های لو، آره میشه نوشت، الان دارم دقت میکنم، آره میشه نوشت. بیایید هایس های لو اسلو مثلا تن کانسنت فیلترش اینه 9 درصد 26 درصد اینا، بیارو رو عدد 103 بیای بنویسید. حالا از بحثمون نگذریم. ببینید اینجا هم اومد به من تاییدیه میده، یعنی من میام با استفاده از اپ تاییدیه میگیرم. من گفتم اینجا نقطه ورود میتواند برای من باشد، چون هم فلت 103 هستش هم تن کانسن اومده رد کرده. و موضوع جذاب تر، تن کانسن اومده بالای ابر، کندل ها بالای ابر، کیجونسن داره به سمت ابر حرکت میکنه و میخواد بزنه بالا. همه و همه میاد اینها رو کنار هم قرار میده که من یک روند صعودی من دارد آغاز می شود و میتونم تا مثلا اینجا برای تارگتم فلت قبلی رو بگیرم، این رو زد بیام فلت قبلیش رو بگیرم، این رو زد مثلا بیام همزمان که ابرم داره تشکیل میشه بیام ابرم رو به عنوان تارگت در نظر بگیرم. پس نکته مهم، محدوده های بنچمارک، جایی که سویچ ابر دارم، دره دارم، به خصوص فلت دارم، خیلی برای من مهمه، چه برای حد سودم چه برای حد ضررم. گفتم یه اپسیلون پایین تر مثلا میتونیم اون رو تحت عنوان حد ضررمون رو هم قرار بدیم، یعنی نمیام دقیقا مثلا فلت کمو رو حد ضرر بدیم و قرار بدیم. و مثلا اینجا بذار با مثال بهتون بگم. ببینید مثلا من اینجا مثل دارم میگم، حد ضررم بخواد باشه، چون بحث میانگین هستش اینو بیارید پایین تر، یا مثلا اینجا حد ضرر رو یه ذره اینو بیارید پایین تر قرار بدید. در خصوص ابر صرفا دارم میگم، وگرنه ما بقیه موارد فرقی نمی کنه. یه بحثی هم هست، حالا روز شنبه اشتباه نکنم، یه نمیدونم توی هفته آینده، دوستان بحث کمو تاچ نشده رو داریم، حتما اگر میتونید شرکت بکنید. بحث جذابیه که این بحث کمو تاچ نشده رو 10 سال هم آدم بخواد هفته ای دو بارم روش کار کنه، خیلی محدوده جذابیه، خیلی میاد تریگر ورود خروج رو بهش میده. حالا میخوام یه سری مواردم به اون اضافه کنم برای ورود و خروج، حد سود و حد ضرر. و حالا یه پیام خوبی هم بهتون بدم، این بحث کمه تاچ نشده رو داریم تقریبا یه جوری دیگه یه حالتی به دست میاد که خیلی کاستومایز شده باشه، شخصی تر شده باشه، که اون رو به نتیجه برسم قطعا باهاتون به اشتراک میذارم. فقط باید به نتیجهش برسم که آیا اون بهتر از این بحث کمه تاچ نشده به هم جواب میده یا نه. اگر جواب داد میام با شما به اشتراک میذارم، شما برید روی چارت دمو امتحان بکنید و راجع بهش صحبت میکنیم شنبه
ولی شنبه همون کمنتاش نشده رو میگم، یه مورد جدید بهش برسم قطعا میام با شما به اشتراک میذارم در خصوص ابرها. حتما اون کلاس رو اگر قادر بودین شرکت بکنید. استراتژی شخصی، استراتژی که قول دادم خیر به دست نیوردم به دست بیارم، خیالتون راحت باشه باهاتون به اشتراک میذارم. همونطور که الان این بحث 103 رو گفتم که تا به حال نگفته بودم این بیاد 9 دوره اخیر اون رو رد بکنه که همه اینها درش هست. سوال، زمانی که کندل اسپایک شیک میگیره سویچ ابر یک نقطه نیست و یک خط شیبدار یا عمودی میشه، در این حالت سویچ ابر کجا در نظر میگیریم؟ سوال خیلی خوبی پرسیدی آقای فرشید. راجع به ناحیه اسپایک هم قطعا با هم صحبت کنیم. کجا میایم در نظر میگیریم؟ میایم خود این محدوده رو در نظر میگیریم که معمولا محدوده بزرگیه. یه سویچ اینجا، یه سویچ هم اینجا مثلا، یا مثلا یه سویچ اینجا، یه سویچ اینجا، میایم محدوده میگیریم. صرفا نمیایم یه خط افقی ترسیم بکنیم. که حالا راجع به اسپایک هم توی بحث کومو کامل توضیح میدیم که احتمالاً شاید دو سه جلسه هم صرفا بیایم راجع به بحث چاله های کومو صحبت بکنیم، بحث اسپایک رو صحبت بکنیم. مطالب امروز هم به اتمام رسید، امیدوارم از این مطالب استفاده بکنید. به نظر خودم، حالا نظر شما قطعا مهمه، کلاس خیلی خوبی بود. امیدوارم که از این کلاس استفاده بکنید. خانم رو یه لحظه دیدم وقتی متوجه این مبحث نشم کلاس کیجون و تنکان سن رو باید در نظر گرفت. زمانی که کیجون سن 103 رو بالا بشکونه بای، زمانی که پایین بشکونه در صورتی که فلت باشه سل میایم میگیریم. یه بار دیگه مثال میخواید بزنیم این رو. سلامت باشید دوستان. متوجه شدین این رو خانم رونیا؟ واقعا عالی بود. من ساعت ها کلاس شما بودم، امروز فوتی کوزه‌گری بود. سلامت باشین. امیدوارم دوستان صرفا این نباشه که فقط این مطالب رو بنده بگم و شما یاد بگیرید. لطفا استفاده بکنید، لطفا سود بکنید. سود کردین بیاین بگین، خدای نکره زهر کردین هم بیاین بگین، با هم بررسیش بکنیم. بریم یه بار دیگه اون 103 رو، یا بریم روی نمادهای دیگه با هم بررسی بکنیم، چون یکی از دوستان براشون سوال بود. بریم روی نماد فسبا که حواسم هم فسبا تازه چیز شده. نماد مارون دوستان، جلسه بعد یادم بندازید راجع به نماد مارون صحبت بکنیم. چقدر محدوده بنچمارک دوستان، خیلی به نظر من حالا تحت عنوان مثلا یه تکلیفی برای خودتون داشته باشید، بیاید روی این نماد تحلیل بکنید. یه دقیقه ما 103 نمیزیم، چون محدود توی محدوده بنچمارک عجیب غریب هستش. ببینید بازار به شدت نامصممه، داره کوموهای ریز شکل میگیره و به احتمال خیلی زیاد شکست این محدوده میتونه یک حرکت صعودی خیلی خوب رو داشته باشه. چون اینجا ناحیه اسپایکی هم داریم، خیلی حواستون باشه. بیایم یه دقیقه 103 روش بندازیم. چقدر جذابه واقعا. ببینید، خدا کنه که نرفته باشین، نه همه هستین سر کلاس. اینجا میایم دقیقه 103 رو هم میندازیم. دوستان نظرتون خودتون چیه الان؟ دیگه خیلی مثال لایویه این الان. آقای باقریان ارزنده صبر. ببینید محدوده به شدت جذاب. چرا جذاب؟ من فلت سیگنال خرید و فروش، خانم صدیقی نمیگی مثلا سیگنال خرید یا فروش، فقط اینو توی اکسل شیت یا اصلا دست نوشته داشته باشین ببینید چه جوری میشه. ببینید آیا این حرفی که من زدم صحیح بوده یا نبوده. اگه صحیح بوده که بیاید تست بگیریم دیگه. نمیتونیم بگیم که 100% حرفایی که میزنیم درست یا 100% اشتباهه. بیایم تست بگیریم. ولی الان این محدوده خیلی قدرتمنده. مثلا کندلام هم حذف بکنم. موردی نداره کلاسمون دوستان 4-5 دقیقه اضافه تر باشه. تحلیل خودتون عرض کردیم، ببخشید. من فکر کردم 4-5 دقیقه ادامه دار باشه، حس میکنم ارزشش رو خیلی داشته باشه. بسیار عالی. اگرم میخواید تشریف ببرید موردی نداره، ولی اگرم باشین بهتره. خب من اینجا میام کندلامو حذف میکنم. نگاه کنید،
ببینید گفتیم محدوده مشخص میکنیم. ببینید الان من اینجا هم فلت کیجون سن دارم، هم فلت 103 دارم و نکته مهم کراس برابری هم دارم. کراس برابری چه؟ زمانی که تنکانسن میفته رو کیجون سن، یعنی چی؟ یعنی میانگین 9 دوره و 26 دوره اخیر من برابر هستش. اینجا هم ببینید روی هم افتاده، الان خیلی وقت درگیره، پس این محدوده محدوده به شدت مهمیه. و حالا مثال لایومون چی میشه؟ اگر تن کانسن، ببینید هیچ قطعیتی هم نداره بگیم تن کانسن بیاد رد بکنه. و نکته مهم، الان روند من صعودیه یا نزولیه دوستان؟ درود بر شما. خب نه، من سوالا باید کامل بپرسم. توی مثلا رنج نزولی دارید، درست میگید. حالا من باید باز زمانی بهتون میگفتم. کلیش نزولی اینجا سایده. همتون درست جواب دادید. خب گفتیم لازمش چیه؟ وقتی که روند من تن کانسن و کیجون سن من یا کوموسن من زیر 103، روند من نزولیه. وقتی که نزدیک هم میشه رنج میشه. و حالا وقتی که تن کانسن من بیاید و 103 رو به سمت بالا بشکونه، یک حرکت خیلی خوب میتونه مد نظر من باشه، که این حرکت نیازمند صبره. چرا نیازمند صبره؟ دوستان نماد مارون رو هم لطفاً یادتون باشه هر جلسه با هم بررسی بکنیم و این رو یادم بندازید که ببینیم چی میشه، ببینیم پیشبینیمون درسته یا نه. ببینید خیلی نماد پرنوسانیه. چرا میگم صبر بکنیم تن کانسن بیاد اینو به سمت بالا بشکونه؟ چون نگاه کنید اینجا این نماد خیلی نماد پرنوسانی. ببینید شادوهای بلند داره، بدنه‌های بلند داره، اصلا تکلیفش هنوز مشخص نیست و باید بذاریم حداقل یه 3-4 تا شادو بالاتر بزنه که این تن کانسن بیاد بالا. 3-4 تا شادو بالاتر زد، تن کانسن اومد بالا، میفهمیم که بالاخره تن کانسن یا میتونیم بگیم کف بالاتر داره ساخته میشه، میتونیم اینجا تشخیص بدیم که یه اتفاقایی داره رخ میده و اینجاها میتونه، حتی اینجاها میتونه ارزنده باشه به شرطها و شروطها، زمانی که تن کانسن بیاد و این رو رد بکنه ولی هنوز رد نکرده و تا زمانی که نیاد های بالاتر بزنه نسبت به این، یعنی نیاد 1600 رو لمس بکنه، همین داستان ما داریم. یعنی میاد بالا، ببینید مثلا 5-6 درصد هم اختلاف، میاد بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، یعنی میتونه اعصاب ما رو کامل، یعنی اعصاب مثلا اون معامله گرش یا سهامدارش رو کامل به هم بریزه. پس برای همین من باید صبر بکنم ببینم چه واکنشی نشون میده. واکنشی که نشون میده برای من خیلی مهمه. این واکنش اینجا بسیار مهمه که تن کانسن بیاد این رو به سمت بالا بشکونه. خب تن کانسن بیاد یه ذره هم کیجون سن به سمت بالا حرکت بکنه، اون وقت میتونیم بگیم که بحث جذابی داره برای من شک میگیره. و یا نه، ببینید شادوهای بلند زده، قیمت این قیمت‌ها رو، قیمت 16000 خورده ای رو هم خیلی راحت دیده. پس الان اینجا مثلا فردا اومد توی این محدوده، نباید من خیلی خوشحال بشم خب اومده اینجا، هرچند 15000 تومانش واقعا جذابه ها، ولی اینجوری نباشه که خب من بیام اینجا بگیرم ببینم اینجا چی میشه. خیر، ببینید یه اصطلاحی هست که مثلا نباید اینجا ما خیلی هول بشیم، یا مثلا میگن از هول حلیم بیافتیم تو دیگ. نه، صبر بکنیم اینجا ساخته بشه، چون اگر میخواستیم از هول حلیم بیافتیم تو دیگ، اینجاها چندین بار افتاده بودیم و هنوز که هنوزه توی ضرر بودیم. و میبینیم که این نماد حجمی هم نخورده، یعنی پولی سمتش نیومده. پس ممکنه اصلا مثلا دارم میگم تو یه ماه دیگه بخواد کلا تو همین جا بالا پایین بشه. پس باید این رو حتما مد نظرم من قرار بدم. خسته نباشید و خدا قوت عرض میکنم خدمتتون دوستان. امیدوارم یه کلاس خیلی خوب رو پشت سر گذاشته باشین. لطفاً توی نظرسنجی ما شرکت بکنید و ما رو توی این امیاری بکنید. امیدوارم کلاس امروز براتون مفید بوده باشه.
لطفا توی نظرسنجی شرکت بکنید، نظراتتون رو راجع به مباحث، حالا راجع به بنده حتما بگید، خوشحال میشیم نظراتتون رو بدونیم و این نظرسنجی خیلی برام مهمه، حتما شرکت بکنید. و نکته دیگه، سود میکنید یا خدای نکرده ضرر میکنید، بیایید بگید از چه استراتژی استفاده کردید، کجا اشکال کار رو به دست بیاریم، ببینیم کجا باید چی کار میکردیم. امیدوارم که همواره، نمیشه که همواره پر از سود باشیم، برایندتون سود، یعنی برایندتون مثبت باشه و توی سود باشید و این سودی هم که میکنید پر از برکت باشه و استفاده بکنید، استفاده بکنید. حتما کلاسی هم که داریم رو روز شنبه مد نظر قرار بدید. چقدر خوبی که صبح هم همیشه میتونم سود معاملاتم رو صرف کارهای خیر کنم. خدا خیرتون بده. خیلی هم عالی. در پناه خدا باشین. طاعتتون هم قبول باشه. خدا نگهدارتون باشه دوستان. خیلی آقای مهدی هنوز نتونسته سر دوسته رو بشکنه. حواستون باشه. ممکنه خیلی رو اعصاب باشه و این حتی تا یک ماه بده داشته باشه. حتما مد نظر قرار بدین. خدا نگهدارتون باشه.